سلام بچه ها، خوش آمدید به کانال کهن آپولو. امروز قرار ترک فتح‌علی شاه از شاهین نجفی رو با هم دیگه گوش بدیم و بیشتر از همین الان بگم که این گوش دادنه، من قبلا گوش دادم این آهنگو، هم یک خاطره بازی از همین که میخوایم آنالیز کنیم این آهنگو. لطفا تا آخر برنامه رو نگاه کنیم، چون مطمئنا چیزای خوبی دستگیرتون خواهد شد، مخصوصا از تاریخ ایران و اینکه چقدر استادانه شاهین نجفی توی این آهنگ که خیلی هم متن ترانش کوتاه هست، یک سری مطالب رو بیان کرده که بسیار در موردش حرفه. بریم برگردیم. خب بچه ها، خیلی خوش آمدید به کانال ما. همونطور که گفتم آهنگ فتح‌علی شاه از شاهین نجفی رو قراره امروز با هم دیگه گوش بدیم و من نظر خودم رو در مورد این آهنگ میخوام با شما به اشتراک بذارم. امیدوارم شما هم اگر نظری دارید در مورد حالا مصرع بیت یا واژه ای از این ترک، لطفا کامنت کنید برای ما تا حالا بچه های دیگه هم بیان کامنت ها رو بکنن و بیشتر آگاهی پیدا کنن و نظرات بیشتری در کنار هم دیگه جمع بشه و مفهومی تر بتونیم این آهنگ رو در موردش بحث کنیم و همینطور وقتی که گوش میدیم خیلی بیشتر لذت ببریم. خب من اول قضیه نیازه که یک مقداری در مورد خود شخصیت فتح‌علی شاه و کلن قاجاری صحبت کنم، چون نیازه. بعد در آهنگ به یه قسمت هایی میرسیم که دوباره باید برگردیم به این صحبت هایی که من در اول کردم، یعنی میخوام انجام بدم. خب قبل از اینکه اصلا شروع کنیم به صحبت و بحث و اینا، لطفا ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، لایک و زنگوله کنار سابسکرایب هم بفشارید و یادتون نره. حمایت های شماست که به ما انرژی میده تا ما بتونیم کارهای بیشتری رو تولید کنیم و در اختیار شما بذاریم. خب من اول میخوام با کلن قاجاریه صحبت کنم، در مورد قاجاریه صحبت کنم و قوم قاجار که از دو طایفه آشاقی باشی و یوخانی باشی چیز میشد، یعنی تشکیل میشد، که آقا ما این فتح‌علی شاه از قوم از طایفه آشاقی باشی هستش. طایفه آشاقی باشی خب توسط آقا محمد حسن خان قاجار که پدر بزرگ فتح‌علی شاه بود اداره میشد و خب میتونیم در مورد محمد حسن خان هم بخونید، فرد خیلی با نفوذی بود در دربار افشاری زندیه و خیلی به اصطلاح خرش میرفت. و بعد از اون آقا محمد خان اومد، آقا محمد خان تونست کل کشور رو که در زمان زندیه حالا به هر قسمتی شاید دست یکی بود، در آخر زندیه تونست دوباره یک پارچه کنه و آقا محمد خان عموی فتح‌علی شاه بود. فتح‌علی شاه ها بعد از یه مدتی که در دربار آقا محمد خان تربیت دید، آقا محمد خان اونو حاکم تهران کرد. حالا برادر آقا محمد خان که پدر فتح‌علی شاه باشه، او رو اگه اشتباه نکنم کشت، یا اینکه کورش کرد یا کشتش، و دیگه در نزدیکی خودش آقا محمد خان اون رو نگه داشت. فردی بود به نام حسین قلی خان. حالا میبینید که من بعضی اسامی اینجا یادداشت کردم و نگاه دارم میکنم دقیقا به این اسامی یادم باشه از کجا به کجا باید برم و در مورد مسائل توضیح بدم، یه سری کلمات رو نوشتم واژه ها رو. محمد حسین قلی خان یه مدتی در زمان زندیه که یه بلبشوی تو کشور شده بود، تو قسمت های شمال کشور اومدش اعلام استقلال کرد، تو اون قسمت های گرگان و استراباد و اینا، و اسم خودش رو جانسوس شاه گذاشت، سکه هم به نام خودش رو ضرب کرد. حالا بعد از اینکه آقا محمد خان به قدرت رسید، از اون نافرمانی که آقا محمد خان هم کلکش رو کند، ولی پسر اونو در دربار خودش نگه داشت و تربیتش کرد به عنوان یک شاه در آینده، که همینطور هم شد. بعد از اینکه آقا محمد خان مردش، چون آقا محمد خان همونطور که میدونید خواجه بود و خواجه یعنی شده بود توسط دربار زندیه، فرزندی هم خب نداشت به تبع، و فتح‌علی شاه رو که اسمش بابا خان بود در اول جانشین خودش انتخاب کرد. اون بعد مرگ آقا محمد خان سریعا تاجگذاری کرد و خودش رو به عنوان پادشاه ایران مطرح کرد. حالا در این وضعیت فتح‌علی شاه اومد یه سری مشروعیت ها به دست بیاره، یه سری اسامی به خواهش داد، مثل خاقان اعظم که خودش رو رفت بده به تیموریان. در همین راستا فتح‌علی شاه اومد یک سری مشروعیت ها برای خودش به دست بیاره و اومد یک سری القاب برای خودش انتخاب کرد که به عمد برای رسیدن به یک سری از هدف ها.
چی بود؟ یکی مثلا از این القاب این بود مثلا قاغان اعظم، به این علت که خودش حالا بیاد بس کنه به تیموریان و تیمور و خود چنگیز مغول. البته خب درستم بود او از یعنی کلن قوم قاجار از ترکای اوغوز اگه اشتباه نکنم در کناره رود اسفک بودن که حالا جدشون هم برمیگرده به همون به اصطلاح مغول ها و تیمور و تیمورلنگ و خود چنگیز خان. و از اون سمت هم اومد مثلا لقب شاهنشاهان رو واسه خودش انتخاب کرد به این دلیل که بگه مثلا من از تبار هخامنشیان هستم و سامانیان و اینا. از اون برای ما یه سری مشاهد دینی دیگه به دست بیاره که مثلا اومدش یک مدرسه فیضیه رو بنا نهاد از امثال مثلا ملا احمد نراقی و مشتهد اصفهانی و خویی آذربایجانی و اینا، اومد اینا رو در کنار خودش گذاشت و در کنار خودش دید و ازشون حمایت کرد که حالا یک سری مشروعیت ها به دست بیاره. همینطور هم حالا از قوم های مختلف میرفت زن میگرفت تا یک رابطه دوستانه هم با اونها برقرار کنه تا حالا جنگ چیزی در برابر فتحیش ها انجام ندن. اون قوم ها زندگی شخصیش جوری بود که بیشتر به ایش و نوش اینا میپرداخت. 220 زن رسمی برای ثبت شده تا 1000 تا زن هم میگن که داشته. اون سلسله معروف داخل کاخش از اون سمت تخت خواب 100 متری و اینایی که داشته، اینا همه زندگی های جز زندگی شخصی این فردی. تو زندگی سیاسیش هم خب فردی مثل قائم مقام فراهانی و همینطور عباس میرزا پسرش بودن که کارهای خیلی درستی انجام دادن. در مقابل افراد دیگه ای هم بودن مثل میگم همین ملا احمد نراقی و همینطور خویی آذربایجانی مشاهد اصفهانی که از اونا هم پیروی میکرد، مشورت میگرد این چهار نفری که عرض کردم خدمتتون. اینا دارم با این بابت میگم همینطور که عرض کردم نیاز میشه در این آهنگ بهشون با بپرزیم. خیلی سریع هم دارم بیان میکنم که وقتتون رو زیاد نگیرم و بریم که آهنگ رو با هم گوش بدیم. خب حالا باید به کاور آهنگ بپردازیم. اینجا ما کاور کل آلبوم یک تقریبا اسبیه که سرش گردنش زده شده و برعکس و انگار داره سقوط میکنه این اسبه و بالاش هم یک تاجی هست. بالای کاور یک تاجی هستش که حالا شاید مثلا تاج پادشاهی باشه یا چنین چیزایی که خیلی هم رنگی است، ولی خوب که نگاه کنه انگار یک نقابیه یا یک چهره‌ایه که به صورت خیلی مثلا خمیده و اینا شکلش کشیده شده. حالا از دور که نگاه کنه شبیه یک نقابیه بر روی یک صورت انگار، ولی خب اون صورت خب بالاش رو سرش هم تاج انگار بنا نهاده شده. خب حالا آهنگ رو با هم گوش میدیم و ببینیم که در آهنگ چی میگه. چشمان مریض از قسم بیشتر اینجا داره به نظر من اون ظلمی که آتش ظلمی که در وجود فتحعلی شاه بود و بیان میکنه، مثلا در کشتن مثلا یک وزیری داشت به نام کلانتر که این فرد خیلی کمک کرد در به قدرت رسیدن هم آقا محمد خان و بعد از اون فتحعلی شاه که اون رو طبق حالا یه سرپیچی که انجام داده بود در دیگ آتیشی در دیگی که آب جوش درش ریخته و آبش کامل جوش اومده بود از بالا یک تنابی میبنده، از بالا اون رو آرام آرام به داخل اون
دی یعنی گماشته های فتریشا، نه خود فتریشا، اون رو به داخل آب جوش میندازه و اونجا اینو زنده زنده میپزه این فرد، یعنی زنده زنده اون داخل، و خیلی از کارها ظلمای دیگه ای که انجام داده بود. شام خون تو نزدید دام سهر سور سر کابوس کدام بستری عمود هزار روز روز کابوس کدام بستری عمود هزار عمود عمود هزار عروس روس. خب همونطور که گفتم حدود 1000 تا زن گفته شده که فتریشا داشت و اون تخت خواب 100 متری است که حالا میگه که کابوس کدام بستری، یعنی در بستری رخت خوابی حدود به 100 متر این فرد در اونجا شبها میخوابید و زنانی که داشت و حرمسرایی که داشت. هیام فتخ پوک مرد مزبزب زبان زبون چقدر تشنه ای که کشته میگیرد ادیم ارزای خون. یک بار دیگه این قسمت رو گوش بدیم با هم دیگه، اینجا خیلی صحبت ها میشه در موردش کرد. کلاغ خدا خیس از یان نان به چشمام نمریزد غزم که شام خون تو نزدید دام سهر سور سر کابوس کدام بستری عمود زار روز روز فتح یاو فتح پوک. فتح یاوه در اول میگه، فتح یاوه رو من اینجا احساس میکنم تمثیل خیلی میزون زده شاهین نجفی. فتح یاوه اینجا حالا قبلش باید یک چیز داره عرض کنم خدمتتون، توی جنگ اول و دومی که با روسیه ایران داشت در زمان فتحعلی‌شاه، تو جنگ اول شکست میخوره، حالا یک جورای صلح‌نامه مینویسن دو طرف ایران و روس به نام معاهده یا تعهدنامه گلستان که حالا یک جورایی به ضرر ایران بود، ولی حالا جوری بودش که بعد چند سال دوباره همه چی برمیگشت به حالت اولش. ولی در جنگ دوم اون مائده ننگین ترکمنچای نوشته میشه و به امضا میرسه طرف توسط دو طرف. در جنگ دوم عباس میرزا همونطور که در اول عرض کردم در اول برنامه و همینطور قائم مقام فرانی میگفتن که نباید به این جنگ ما بریم. فتحعلی‌شاه خب نظرش به اینا نزدیک بود، اما از اون سر علمای مثل اون مجتهد اصفهانی و خویی آذربایجانی و ملا احمد نراقی اینا اومدن گفتن نه ما برنده میشیم به حکم خدا و اینا، جهاد اعلام میکنیم، مسلمانان میان کفار رو بر کفار پیروز میشن و فلان اینا، که دیگه فتحعلی‌شاه هم دیگه گفتم خیلی نزدیک بود رابطش با علما، نتونست دووم بیاره در زیر صحبتای این افراد، در صحبتایی که افراد میکردن، چون افراد رفته بودن حکم جهاد هم داده بودن و فتحعلی‌شاه هم گفت حتما پیروز میشیم و در این جنگ شرکت کردن. خب حالا به فتح یاوه چه ربطی داره؟ فتح یاوه یعنی فتح بیهوده، یعنی به قصد رفتن و فتح کردن، ولی خب بیهوده بوده، خالی بوده، تویی بوده از هر گونه فتح. حالا میگم این تمثیلی که زده چیه؟ ما یک سوره در قرآن داریم به نام فتح. در این سوره حالا اون چیزش شأن سوره، یعنی جایی که سوره در اون مکان برای اون مکان نازل شده به این صورته که پیامبر با عده‌ای از افرادش حدود 1400 نفر از یثرب یا مدینه به سمت مکه برای حج عمره، یعنی به جا آوردن حج عمره حرکت میکنن که مردم مکه یا همون قوم قریش میان جلوشون رو میگیرن، میگن شما نمیتونید وارد شهر بشین و میگن که باید بیاین یک سلنامه همینجا با هم ببندیم و در این سلنامه شما مثلا میتونید نمیدونم 10 سال ما با شما کاری نداریم، ولی امسال نباید بیاین حج برین و سال دیگه برگردین. که حالا یک آیه نازل میشه که یه چنین چیزاییه که قوم نمیدونم حالا مسلمان بر کافر پیروز شده و بشارت میدیم به شما این پیروزی رو که شما مثلا پیروز خواهید شد و فلان و اینا، یعنی اینکه این صلح نبود و یک جورای پیروزی برای شما بود، شما مطمئنا در آینده پیروز خواهید شد، که همینطور هم شد. 2 سال بعد یعنی در سال 8 هجری مردم یثرب که مسلمان بودن به مکه حمله میکنن و مکه رو فتح میکنن. حالا اینجا میگم باز این ربطی که دارم تمثیلی که میگم اینجاست، علما اینجا در زمان فتحعلی‌شاه میان و همین وعده رو به فتحعلی‌شاه میدن در جنگ دوم، میگن تو برو جنگ دوم رو انجام بده و پیروز خواهی شد.
اما متاسفانه اینطور نمیشه و اون میگه مائده ننگین ترکمنچای به دست میاد و این فتح یاوهی میشه، یعنی بیهوده میشه دیگه، فتحی نیست و ایران شکست میخوره واقعا. به این دلیل میگم اینجا تمثیل از نظر من زده شده به اون سوره فتح که برین حالا میتونید در موردش برین توی گوگل هستش سرچ کنید و ببینید که چی بوده و جنگ دوم ایران که حالا در میگم جنگ اول رو میشه با اون معاهده صلح‌نامه‌ای که در گلستان بسته شد با همون صلح‌نامه‌ای که در 6 هجری توسط مسلمانان و قوم قریش بسته شد و جنگ دوم و معاهده ترکمنچای رو میشه با اون پیروزی که مسلمانان بر کافرین داشتن اینجا یه جورای ربط داد. اونجا مسلمانان پیروز شدن ولی اینجا تو جنگ دوم ایران یه جورای شکست خورد و باعث شد که 17 شهرشو از دست بده. به نظر من اینا یک تمثیل اینجا خیلی هوشمندانه زده شده توسط شاهین نجفی و واقعا جای آفرین داره و این فرد گفتم و اینقدر ظریف و موشکاوانه تونسته با یک کلمه یا دو کلمه اینقدر چیزا رو در خودش داشته باشه، این دو سه کلمه دو کلمه که اینقدر بشه در موردش صحبت کرد. حالا فتح پوک هم یه جورای همون فتح تویی، فتحی که به هیچ جایی نرسیده، خالی بود، یعنی فتح نبوده. شما مثل این مونه که شما یک جعبه رو باز میکنید به این که مثلا به این امید که تو اون جعبه یک چیز مثلا با ارزشی باشه ولی بازش میکنید میبینید تویی خالیه. این فتح هم رفتن برای فتح اما هیچی نصیبشون نشد. یک بار دیگه یه ذره میدیم عقب و گوش میدیم. سهر سور سر کابوس کدام بستری عمود زار روز روز فتح یا به فتح پوک مرد مزبزب زبان زبون. خب مرد مزبزب هم که کاملا گفتم یعنی فردی که دودله، برای مردی که دودله، یا فردی که دودله برای انجام یک کاری. همونطوری که گفتم در یک سمت قایم مقام فرانی عباس میرزا بودن، در سمت دیگه اون مجتهد اصفهانی و خویی آذربایجانی که فتحشا بین اینامون نتونست یک تصمیم درست بگیره. و زبون هم که میگن یعنی این که زبانی که قادر نیستش اون چیزی که در ذهنش وجود داره رو به درستی به زبان بیاره و اون رو به دیگران بفهمونه که من مثلا باید این کار انجام بشه. نتونست این کار انجام بده، تصمیم درست نگرفتن، قاطعانه صحبت نکردن، یعنی زبون به این صورت که نتونی تو قاطعانه صحبت کنی و حرفت عاجزه و حرفت هیچ گونه نمیتونی اون حرفتو به اون گونه ای که میخوای به زبان بیاری، اون وضعیت ذهنی خودتون چیزی که در ذهن داری رو عاجزی که به زبان بیاری. خب گوش میدیم بقیه رو. تشنه ای که کشته میگیرد عدیم ارزای خون، چی بودی تو چی شدی فتری شا، 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 چی بودی تو چی شدی فتح شاه رو من بیشتر شاید نظرم این باشه چون اوایلی که به سر قدرت اومده بود خیلی شورشات دوباره داشت تو کشور انجام می‌شد در نقاط مختلف کشور و اونا رو سرکوب کرد و تونست سوال کشور رو یک پارچه کنه و میگه چی شدی که منظورش شاید همین باشه که از اونجایی که تونستی کشور رو یک پارچه کنی، اون جنگاوری هایی که حالا داشتی که اون هم میگم با کمک همین فردی به نام کلانتر بوده که وزیر او بوده خیلی بهش کمک کرده، ولی در آخر اومدی و دو تا عهدنامه کاملا ننگین به نام گلستان و ترکمنچای رو بستی. چی بودی تو چی شد فتحی شا، چی بودی تو چی شد فتحی شا، چی بودی تو چی شد فتحی شا، ناپلئون مایی آره دایی
ناپلئون دقیقا هم از ناپلئون بناپارت، فردی که نظام سلطنتی رو در فرانسه از بین برد و باعث شد و انقلاب فرانسه به وجود بیاد و دموکراسی در کل فرانسه و اروپا به وجود بیاد و تا امروز هم تقریبا وجود داره در کل کشورهای اروپایی. ناپلئون بناپارت دقیقا یک قراردادی هم طبق اسم ویکنشتاین یه چنین چیزایی رو با فتلیشا میبنده که اونجا فقط فتلیشا بود که شکست میخوره. حالا قرار بود یه سری کارا دو طرف برای هم دیگه انجام بدن. کاری که باید ایران انجام میداد به فرانسه این بودش که با فرانسه یکی بشه و به جنگ انگلیس بره، تمام انگلیسی ها رو از کشور بیرون کنه که این کارم انجام داد و همین کار اصلا باعث شد به ذم خیلی از کارشناسا که استعمار تو کشور دوباره جون بگیره و دوباره به وجود بیاد، استعمار انگلیسی و استعمار حتی فرانسوی. و خب در مقابلش یه کارهایی قرار بود مثلا تو حمله به گرجستان فرانسه پشت ایران باشه که حالا زیر حرف زد فرانسه و وقتی که به مقصد و سود خودش رسید زیر حرفشون زدن و انجام ندادن. میگه ناپلئون مایی، آره دایی ناپلئون هستی، ولی نه ناپلئون بناپارتی که کلی فتوحات داشت و فلان، دایی ناپلئون هستی. حالا دایی ناپلئون که دایی ناپلئون یه رمانی بوده که توسط آقای پزشکزاد نوشته شده و دایی ناپلئون اون جا یک شخصیت ساده‌لو و یک شخصیت که خیلی زود گول میخوره و فریب میخوره رو بازی میکنه. میگه ناپلئون هستی ولی از نوع داییش. بابا خان هم همونطوری گفتم اسم اصلی خود فتلیشا بودی که بعد از اینکه حالا به سلطنت رسید اسم فتلیشا رو برای خودش انتخاب کرد، ولی خب توی حرمسرا بیشتر بهش بابا خان گفته میشدش توسط زنانش، بچه هاش و حالا نوه‌های خیلی زیاد هم داشته. من حدود فکر کنم 1000 تا فقط نوه داشته فتلیشا که همین قضیه زیاد بودن فرزندان و نوه‌هاش هم باعث شد در سال‌های بعد نارضایتی های مردم خیلی زیاد بشه، چون هر کدوم از این نوا بچه ها برخوشون یک دستگاهی و یک حالا زیر دستایی داشتن، مالی داشتن و با اون خیلی راحت میدونستن مردم رو اذیت کنن، مردم هم شکایتشون رو نمیدونستن به جای کنن. چرا؟ چون از خانواده اشرافی بودن و همین قضیه خیلی مردم رو ناراضی میکرد در حالا زمانی که دیگه فتلیشا نبود و بچه هاش بودن. حدود 38 سال هم فتلیشا به کشور حکومت کرد، تو سن 68 سالگی هم فکر کنم از دنیا رفت که محمد شاه پسرش اومد و جانشینش شد. یوزغلان هم که اینجا میگه، یه بار دیگه نگاه کنیم گوش بدیم، به زمان ترکی داره میگه یوزغلان که به معنی پسره، اغلان به معنی پسره، یوز هم بیشتر حالا یوز پلنگ یا یک فرد درنده رو میگن. چی بودی تو چی شدی؟ بابا خان سلطان توی یوز اغلان، یعنی درنده، فرد درنده، پسر درنده، یه چنین چیزایی میشه. بچه ها امیدوارم که خوشتون اومده باشه و اینکه تونسته باشم حالا این سری توضیحات بدم و میگم اون قسمتی که حالا از نظر من یه تمثیل خیلی جانانه زد شاهین نجفی رو تونسته باشم خوب بازگو کرده باشم. اگرم باز فکر میکنید که نتونستم اونقدر خوب و صادفاً بگم قضیه رو، میگم در مورد همون سوره فتح بریم یه سری اطلاعات کسب کنید، از اون برم اون قضیه مشهد اصفهانی و خوری آذربایجانی و اون سمتش آقای مقام فرانی و عباس میرزا رو یه ذره به این تاریخ رو بخونید میتونید بهتر متوجه شید. باز هم عذرخواهی میکنم ویدیو طولانی شد. در آخر ما رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت، زنگوله کنار سابسکرایب یادتون نره. اینستاگرام، توییتر ما به نشانی فان آپولو
فقط آف و لو رو که می‌نویسیم لو رو دو تا ال بزنیم، یعنی دو تا ال بد او. یادتون نره اونجا ما رو داشته باشید، فالو کنید، حمایتاتون از ما دلیل نکنید، تنها دلخوشی ما حمایتای شماست که انجام میدید و ما رو ترغیب میکنید برای درست کردن ویدیوهای بیشتر. خیلی ممنون، باز هم مثل همیشه مراقب خودتون باشید، با عشق باشید، بلک.